بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی با مجموعه های فازی. بخش پنجم، عملیات روی مجموعه های فازی. کاردینالیتی مجموعه فازی. کاردینالیتی مجموعه فازی یا عدد اصلی مجموعه متناهی فازی عبارت است از مجموع درجات عضویت یک مجموعه فازی. پس به مجموع درجات عضویت یک مجموعه فازی کاردینالیتی مجموعه فازی گفته می شود. کاردینالیتی نسبی مجموعه فازی. کاردینالیتی نسبی مجموعه فازی مساوی هست با کاردینالیتی مجموعه فازی تقسیم بر تعداد عضوهای مجموعه مرجع آن. مثال، یک خانواده 6 نفره شامل مجموعه M را در نظر بگیرید. این خانواده 6 نفره است، شامل پدر، مادر، پسر بزرگ، پسر کوچک، دختر بزرگ و دختر کوچک که اعضای مجموعه مرجع را تشکیل میدن. فرض کنید مجموعه فازی افراد بیکار این خانواده به صورت زیر باشد. یعنی پدر اصلا بیکار نیست، مادر پاره وقت کار میکنه، یعنی نصف ساعت کاری کار میکنه، نصف ساعت کاری بیکار هست. پسر 3/10 ساعت کاری بیکار است. پسر کوچک 7/10 ساعت کاری بیکار است. دختر بزرگ نیمه وقت کار میکنه و دختر کوچک کاملا بیکار است. حالا میخواییم کاردینالیتی و کاردینالیتی نسبی مجموع فازی را بیاب. اولا کاردینالیتی مجموعه فازی A یا عدد اصلی مجموعه فازی A جمع درجات عضویت اون مجموعه هست. یعنی درجه عضویت هر کدام از اون مجموعه بیکاران 0 به علاوه نیم به علاوه 3/10 به علاوه 7/10 به علاوه نیم به علاوه 1 می شود 3. این عدد 3 بیانگر آن است که 3 نفر از افراد خانواده به صورت تمام وقت کار میکنن و 3 نفر دیگر تمام وقت بیکارن. یعنی این 3 نشون میده که خود این عدد 3 را اگر بخوایم به طور واضح تر بیان بکنیم نشون میده که مثل آن است که 3 نفر از اعضای خانواده به صورت تمام وقت بیکار هستند. خب اگر کاردینالیتی نسبی یا عدد اصلی نسبی مجموعه فازی آ را محاسبه بکنیم، همان کاردینالیتی تقسیم بر تعداد اعضای مجموع مرجع. کاردینالیتی چقدر شد؟ 3. کاردینالیتی مجموع فازی A 3 شد. تقسیم بر تعداد اعضای مجموع مرجع 6 است که حاصل نیم می شود. عدد نیم یا عدد به دست آمده بیانگر آن است که درجه عضویت بیکاری هر یک اعضای خانواده نیم است. یا به عبارت دیگر می توان گفت که هر یک از اعضای خانواده به صورت نیمه وقت بیکار هستند. عملیات روی مجموعه فازی. اگر دو مجموعه فازی مانند A و B را در نظر بگیریم، خب برخی از عملیات را میتونیم روی این دو مجموعه انجام بدهیم. الف، جمع جبری دو مجموعه فازی. اولا جمع جبری دو مجموعه فازی مانند A و B یک مجموعه فازی مانند C خواهد شد که عضوهاش جمع درجات عضویت اون دو مجموعه منهای حاصل ضرب درجات عضویت خواهد شد. یعنی مجموعه سی یه مجموعه خواهد بود که اولا بیانگر جمع دو مجموعه فازی آبی هست و ثانیاً درجه عضویت هر یک از عضوهای متناظرش جمع درجه عضویت عضوهای متناظر منهای حاصل ضرب آنها درجه عضویت هر یک از عضوهای مجموعه C به دست می آید. تفاضل کراندار مجموعه فازی، یا می خواهیم مثلا مجموعه فازی مانند A را از مجموعه فازی مانند B کم بکنیم یا B را از A کم بکنیم، در چنین حالتی حاصل یک مجموعه فازی مانند C خواهد شد که درجه عضویتش به این فرم دست میاد: ماکسیموم اکولات با 0 درجه عضویت A به علاوه درجه عضویت B منهای 1.
یعنی ماکزیموم اینها خواهد بود. پس اگر درجه عضویت A به علاوه درجه عضویت B منهای یک یک عدد غیر صفر باشد، این می شود درجه عضویت، ولی اگر منفی بشود صفر خواهد بود درجه عضویت. خب مثال هایی را توجه میکنیم. مجموعه های AB را به صورت Z در نظر بگیرید. دو تا مجموعه است. الان می خواهیم جمع و تفاضل کراندار این دو مجموعه را پیدا بکنیم. خب جمعشون چگونه خواهد بود؟ جمعشون یک مجموعه دیگری خواهد بود که درجه عضویتشون گفتیم عضوه های متناظر یعنی 3 و 3 با هم درجه عضویتشون نیم به علاوه یک منهای حاصل ضرب درجه عضویت ها که حاصل برابر 1 خواهد شد. برای 5 1 به علاوه 6 دهم منهای حاصل ضرب درجه عضویت 1 به علاوه 6 دهم منهای حاصل ضرب درجه عضویت حاصل می شود 1. دوباره 7 در مجموعه A 7 در مجموعه B وقتی نوشته نشده یعنی درجه عضویتش صفره. پس می شود 6 دهم به علاوه 0 منهای 8 دهم ضرب در 0 حاصل می شود 6 دهم. پس به این صورت دو مجموعه فازی دوباره یک مجموعه فازی خواهد شد که درجه عضویت هاشون به این صورت محاسب شد. تفاضل دو مجموعه فازی چه گفتیم؟ تفاضل دو مجموعه فازی باز یک مجموعه فازی خواهد شد. عضوه هاش خواهد بود عضوه هر کدام از عضوه ها، مثلا الان این دو مجموعه فازی که هست 3 در مجموعه فازی A هست، 3 مجموعه فازی B متناظرند دیگه، اینها یکسانن در واقع نام عضوه هاشون. بس حاصل به این فرم خواهد بود طبق این رابطه می شود 0 بعد درجه عضویت A یعنی نیم به علاوه درجه عضویت B یعنی 1 منهای 1 که حاصل خواهد شد 0. حاصل این طرف هم در واقع 1 خواهد بود، بس ماکزیمومش برابر 1 خواهد بود، نه نیم، چون نیم از مجموعه A به علاوه 1 از مجموعه B منهای 1، چون نیم به علاوه 1 می شود 1 و نیم، منهای 1 می شود نیم، پس ماکزیموم 0 و نیم حاصل خواهد شد نیم. به این صورت لازم فرمایید. برای 5 هم باز ماکزیموم 0 این درجه عضویت مجموعه A هست که 1، درجه عضویت مجموعه B هست که 6 دهمه، منهای 1 حاصل خواهد شد چقدر؟ 6 دهم. یعنی ماکسیموم 0 و 6 دهم میشه 6 دهم. برای عدد 7 که اینجا ملاحظه میفرمایید عضو 7، عضو 7 به این فرم خواهد شد ماکسیموم 0 باز درجه عضویت عضو 7 در مجموعه A به علاوه درجه عضویت عضو 7 در مجموعه B که 0 منهای 1، چون حاصل این 0 رو منهای 4 دهم میشود، ماکسیموم 0 رو منهای 4 دهم مساوی 0 خواهد شد. بس تفاضل دو مجموعه فازی مانند A به این فرم خواهد بود 3 با درجه عضویت نیم، 5 با درجه عضویت 6 دهم، 7 با درجه عضویت 0. اجتماع دو مجموعه فازی، اجتماع دو مجموعه فازی مانند A و B به این فرم قابل محاسبه است. یعنی اجتماع دو مجموعه فازی مانند A و B دوباره یک مجموعه فازی خواهد شد که درجه عضویت عضوه های متناظر اجتماعشون محاسبه میشه. اجتماع بدیهی است که ماکزیموم مقدار خواهد بود. خب مثال توجه بفرمایید، این دو مجموعه، مجموعه A مجموعه B به این صورت داده شده، میخوام اجتماع این دو مجموعه را به دست بیاریم. مجموعه A مجموعه B درجه عضویت A و A، ببینید متناظر A و A را برمیدارم، A از اینجا، A از این قسمت، 3 دهم و 45 صدم ماکسیمم درجه عضویت میشه و 45 صدم. از مجموعه AC از مجموعه BC درجه عضویت 43 صدم، درجه عضویت 29 صدم، بیشترین درجه عضویت 43 صدم. از D هم بیشترین درجه عضویت 17، از E هم بیشترین درجه عضویت 1. بس اجتماع دو مجموعه فازی یک مجموعه فازی خواهد بود درجه عضویتشون ماکسیمم درجه عضویت ها را از ماکزیموم درجه عضویت ها به دست می آید که ملاحظه فرمودید. خب اشتراک مجموعه فازی، اشتراک دو مجموعه فازی مانند A و B مثل اجتماع باز یک مجموعه فازی خواهد بود، فقط تفاوتش با اجتماع در آن است که در اجتماع
ماکزیموم درجه عضویت ها به عنوان درجه عضویت اون مجموع جدید نوشته میشد، ولی در اشتراک مینیموم درجه عضویت ها. خب مجددا مثالی را در نظر میگیریم که در این مثال اگر ملاحظه بفرمایید، خب مجموع حاصل اشتراک A و B یک مجموعه فازی خواهد بود که درجات عضویتشون عضوهای متناظر نوشته می شود، باز 3/45 اشتراکشون می شود 3/10، C و C اشتراکشون می شود چقدر؟ 29/100، D و D اشتراکشون می شود 1/10، E و E اشتراکشون می شود چقدر؟ 89/100، یعنی کوچکترین درجه عضویت. ضرب جبری مجموعه های فازی، ضرب جبری مجموعه های فازی به صورت زیر قابل تعریف است. وقتی دو مجموعه فازی را در هم داریم ضرب می کنیم، یعنی درجه عضویت عضوهای متناظر را در هم داریم ضرب می کنیم. پس حاصل ضرب دو مجموعه فازی یک مجموعه فازی خواهد بود که حاصل ضرب عضوهای متناظر در دو مجموعه عضو در واقع درجه عضویت همان عضو را تشکیل خواهند داد. آ و آ یکی از آها را می نویسیم، 3/10 ضرب در 45/100 می شود این مقدار. سی و سی یکی از سی ها را می نویسیم، 43/100 ضرب در 29/100 می شود ممیزی نده. خب دی و دی یکی از دی ها را می نویسیم، حاصل ضرب درجه عضویت ها می شود درجه عضویتش. ای و ای یکی از عضوها ها را می نویسیم، حاصل ضرب درجه عضویت ها می شود درجه عضویت ای. ضرب دکارتی مجموعه های فازی، ضرب دکارتی دو مجموعه دلخواه فازی آ و بی از مجموعه مرجع ام یک مجموعه فازی است. خب ضرب دکارتی مثل در واقع اون ضرب دکارتی که در مجموعه های قطعی داشتیم، خیلی ساده به این فرم وقتی دو مجموعه دارم ضرب میکنیم، اولا به جای یک عضو زوج مرتب عضو خواهد بود. نگاه بکنید 3/10 3 و 3 با هم ببینید یه زوج مرتب تا تشکیل میدن، درجه اشتراک درجه عضویت هاشون میشه و درجه عضویتشون. حالا 3 و 5 یک زوج مرتب تشکیل میدن، اشتراک درجه عضویتشون میشه و درجه عضویت آن. خب بس 3 و 3 3 و 5 این قسمت تموم شد. الان 5 و 3 درجه عضویت 1، توجه میکنید. بعد 5 و 5 درجه عضویتش میشه و 6/10، 7 و 3 درجه عضویتش میشه و چقدر؟ 6/10، 7 و 5 درجه عضویتش میشه و چقدر؟ اون مینیمم شو. بس وقتی ضرب دکارتی مجموعه فازی را می نویسیم، همون حاصل ضرب دکارتی هست، فقط درجه عضویت ها می شود نیموم دو درجه عضویت، 3 و 3 3 و 5 می شود این دوتا، دوباره 5 و 3 می شود این، 5 و 5 می شود این، 7 و 3 می شود این، 7 و 5 قسمت. خب مکمل مجموعه فازی، مجموعه فازی A و B مکمل یک دیگرن اگر داشته باشیم مجموعه فازی A، بل درجه عضویت مجموعه A در هر کدام از عضوهای متناظر به اضافه درجه عضویت همان عضو در مجموعه B مساوی 1، که از اونجا این رابطه بدیهی است به دست می آید. خب بس زمانی دو مجموعه فازی مکمل هم هستند که جمع درجات عضویت عضوهای متناظر برابر 1 می شود. ببین A و A جمع درجه عضویتش 1، B و B جمع درجه عضویتش 1، C و C جمع درجه عضویتشون 1. پس دو مجموعه فازی زمان مکمل هم هستند که جمع درجه عضویت عضوهای متناظر برابر 1 می شود. خب مکمل یک مجموعه فازی مانند A را به این فرم نویسیم، یعنی خب خود مجموع درجه عضویت خود مجموعه آ در هر عضو به علاوه درجه عضویت مکملش برابر 1 خواهد شد. بدیهی است که اگر درجه عضویت آ را ببریم به سمت راست این رابطه حاصل خواهد شد. مجموعه آ به صورت زیر داده شده است، درجه عضویت ها در بالا، عضوها در پایین.
گفته مجموعه مکمل آ را بیابید. اولا مکمل آ با آبار نشون داده می شود. ثانیا یک باز همون در پایین هفته هم یک منها هفته هم می شود سده هم. برای دو یک منها یک می شود صفر. برای سه یک منها هشته هم می شود چهارده هم. برای چهار یک منها دو ده هم می شود هشته هم. برای پنج یک منها سه می شود یک. با تشکر.